شروع شد. البته به خاطر اینکه هلمت مسی هستش یه خورده این پروسه بیشتر طول میکشه، چون اونجا دوباره خنک میشه برمیگرده نکردی. البته این فرشات رو شما خیلی راحت از طریق بو کردن و مزه کردن، من ترجیح میدم فقط بوش باید چون کاملا مشخصه میتونید احساس میکنید یه مقدارش در بوی شدید میتونید و بوی زننده ای هستش. دقیقا بعد از این که حالا از آلای 75% شروع میشه این حرفه و اینو حتما باید بریزی دور، نگاه نکنی قاشق رو بریزیش میدونی رو آتیش میدونی رو کلی که این سمی هستش، این متانول هستش باعث سرده سرگیجه سوزش میده هزار تا در دراز مدت باعث سرطان میشه هزار تا مرض دیگه و حتی در دوزهای بالا ممکنه باعث کوری و مرگ کسی بشه که اونو مینوشه و حتما اطمینان کنید متانول اصلا شوخی نداره و خیلی جدی نگیرید این صحبت ها رو. در دوزهای کم یا داخل به قولی عرق یا همراه با متانول میگن خونسا میکنید طور نیست، در دراز مدت مشکلات زیادی براتون وجود میاره، سرطان میشه هزار تا مرض دیگه. اینو با درصدش رو اندازه‌گیری کنید تا 60%. حالا سیسیش هم خیلی مهم، سیسیش به نظر من برای برای اولیه خیلی مهمتر هست، اما از بو و مزدش هم کاملا میتونید بفهمید که الان کدوم مرحله هست. اگه یه خونه حالا گرفتید ترشید رو بیشتر این تحقیل رو انجام بدید. الان 50 سیسی شده به همین مدت کلی شد شده 50 سیسی اومده و من 180 سیسی به عنوان فرشات و اولیه نگه میدارم میریزم دور. حالا به عنوان آخری زنه سیزم بشید تو خیلی مطمئن داری و اجتماعی قاطعی نشه و نخوری یا کسی دیگه نخوره، چون حاوی مقدار زیادی متانول هستش و اصلا نیستش. حالا اینو ادامه میدم، من الکل سنجی هم میکنم به محض اینکه یه خود حالا بیاد باید بتونه شون که از چه درصدی شروع شده و بعد از اون 180 سیسی به چه درصدی خواهد رسید. خب همینطور که مشخصه 180 سیسی از تقریبا 200 سیسی اولی هم 75% هستش و من اینو تا 60% ادامه میدم، بعد 60% میره مرحله بعدی که باد کردم. من زیر دیگم هم کم کردم چون به 80 سیسی تقریبا باید روی 80 نگه داریم تا وقتی که تختیر مقدارش کم میشه، بعد یه خورده باید بیشتر کنیم تا 90 و 95 میتونیم ادامه بدیم برای گرفتن دو ماه باقی مرحله. خب الان من فرشاتم و یا هم اولی هم جدا کردم، الان تو مرحله سرگل هستیم که همینطور که میبینید 70% هستش و به ازای هر لیتر ملات 10% ما باید 75 سی سی نگه دیم، یعنی 12 لیتر من ملات ریختم اینجا و 900 سی سی باید من برای سرگل یا هدم در نظر بگیرم و این هم بعدا باید با دم قاطی کنیم و تقدیر کنیم، یعنی الان قابل نوشیدن نیستش. A few moments later. همچنان روی 70% هستش، یعنی اینکه ما تو مرحله هد یا سرگل هستیم. وقتی به 60% رسید یعنی ما وارد مرحله قلب شدیم و میتونیم دیگه اون جدا کنیم و مستقیم رو بنوشیم چون حاوی اتانول خالص هستش. این تقریبا 250 سی سی دوم هستش که من میخوام جدا کنم به عنوان هد یا سرگل. هد همون قسمتی از عرق هستش که برای سر و دست گوش کنن، اما با یک بار تقدیر فوق‌العاده مواد مضر بوده و اصلا خوب نیستش برای نوشیدن. A few moments later. خب دوستان عزیز، بعد از مرحله سرگل که تا 70% ما ادامه دیدیم، زیر 70% میگیم توی قلب تقدیر. البته این یه خورده متفاوت هست بین اساتید تقدیر و یه کوچولو اینور اونور داره، مثلا من یه سری
از 75 شروع میکنن برای گرفتن قلب، یه سری از 65 شروع میکنن، یه سری از 60 شروع میکنن، بستگی به قطعاتی که استفاده میکنید داره و خلوصش. رو بهترین رو همون مزه کردن و عصر و بو هستش و همین درصده که ما بهتون میگیم درصده مطمئنی است و شما با خیال راحت، یعنی من یه مقدار از سر و ته درصده رو بیشتر گرفتم که کاملا مطمئن شیم مواد آزاردهنده داخل تختیرمون نیستش. این مرحله قلب تختیر هستش. من از زیر 70% تا 45% ادامه میدم. این مرحله شامل مقدار زیادی اتانول هستش به صورت خالص که بهترین قسمت عرق گیری هستش و میشه همینطوری راحت خورد. اما من پیشنهاد میکنم که مقداری بذارید بمون استراحت کنه، حدود 1 ماه 2 ماه جا بیفته عرقتون، خیلی بهتر میشه. این مرحله از تختیر، قلب تختیر، یه طعم و بوی خیلی عالی داره و در آخر باید یه تون شیرینی داشته باشه چون اتانول خالص هستش و ما از کشمش و میوه گرفتیم و شیرینی داشته باشه. در این مرحله میتونید، یعنی باید البته یه مقدار دمای دیگو ببرید بالا تا 85 86 تا 90 هم میتونید برسونید و بعد از این مرحله هم میریم وارد مرحله دوم میشیم که بهتون میگم در اونجا هم چیکار انجام بدید. A few moments later. خب دوستان، از این مرحله مرحله دوم تختیر هستش، دوم بعد از قلب هستش و دقیقا زیر 40-45 که میرسه اون طعم خوب مرحله قلب به یک مزه تلخ و تند و خیلی اصلا مزه بدی داره این دوم، اما خب باز هم حاوی اتانول هست، اما مقداری کم، ارزش خوردن نداره چون مزه و طعم و عطر مشروطون رو داغون میکنه. ما اینو تا 20-30 باز متغیر هستش بین اساتید، 20 خوبه دیگه، زیر 20 ارزش وقت هدر دادن نداره، انرژی گاز و برق و اینا نداره. تا 20 انجام بدیم، یه سری عزیزان تا 30 انجام میدن، 35 هم 20 مطمئن هستش، انجام بدید. این قسمت از تختیر رو به همراه سرگل شما باید نگه دارید، جدا کنید. میتونید بعد از اتمام مرحله اول تختیر مواد داخل دیگو کامل خالی کنید، بشورید و دوم و سرگل رو بریزید با یک آب تمیز، آب کلور نخورده، درصد الکل مواد رو به 20-15 برسونید و دوباره شروع کنید به تختیر. و در این مرحله دیگه نیاز نیست همه رو به قلی جدا کنید، فقط اولیه رو به همون تناسبایی که بهتون گفتم بریزید دور، باقیش رو میتونید تا 40-35% تا اون موقع که احساس که یه خورده مزه‌اش داره خراب میشه بکشید و بذارید کنار و همش قابل خوردن هست. اما بازم تأکید میکنم که بذارید حداقل توی یک بطری شیشه‌ای دربسته بمونه، هر یه هفته یه بار درش بیارید تکون بدید، درش رو باز کنید، یه خود هوا بهش برسید، یه خود گازها بره بیرون، گازهای سبک‌تر مثل استروین اگه داخلش بود، و بعد از 1 ماه میتونید استفاده کنید. حالا میخواین انفیوژن کنید یا همون به قولی آمیزگی کنید با میوه، حالا یا ادویه یا هر چی، بذارید بعد از اون 1 ماه بهتون قول میدم که کاملا شگفت زده میشید اگه این روش رو استفاده کنید و عرق که بهتون میده در حد عرقای کارخونه ای میشه. ممنونم تا اینجای ویدیو همراه ما بودید، حتما برای حمایت از کانالمون و ویدیوهای بعدی لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و کانال من رو که کانال خودتون هست به دوستاتون معرفی کنید. شاد و پیروز باشید، در زیر نظراتون هم بنویسید و اگر از این روش استفاده کردید برای من کامنت بذارید و با هم در خصوص مراحل صحبت کنید. اگر هر مشکلی سوالی هم دارید کامنت کنید، من حتما در سایه وقت جواب خواهم داد. ممنون که همراه ما بودید.